دوستان عزیز، ما در واقع و برنامه گذشته کمی درباره آیین مهر و دین مهر سخن گفتیم، درباره مکتب عشق و مکتب عقل و سابقه این دو مکتب چه در ایران پس از اسلام و چه در ایران باستان. امروز با مرور بسیار کوتاهی از آنچه که در بخش برنامه گذشته گفتیم سعی میکنیم عکس‌هایی به شما نشان بدیم که در برنامه گذشته وقت آن نشد تا به درک بهتر از این آیین و این جهانبینی ما بپردازیم. همون گونه که گفتم در جهانبینی زربانی یا زربانی هم به آن گفته شده است، زربانی میترایی زمان در واقع خدای بزرگی بوده است که دو نیرو پدید می آورد، نیروهای نیک و نیروهای شر و پلید، که این دو در نبرد دائمی با هم هستند. داور جنگ این دو نفر، این دو نیرو، داوری که نیرویی که و الهی که و فرشته‌ای که داوری میکند میان این دو نیرو، میترا یا مهر است و که خداوند مهر و پیمان و جنگ و پیروزی است و در واقع یاور نیروهای نیک در پیروزی با نیروهای بد. مهر پرستی ریشه بسیار کهنی دارد، در اساطیر ایرانی از دوران فریدون شروع می شود که رسما فردوسی پرستیدن مهرگان رو دین او می داند. در میان قهرمانان شاهنامه رستم همیشه هرگاه که به کمک نیاز دارد به سوی مهر می برد و از سیمرغ که از سمبول های میترایی است کمک می جوید. سیمرغ همان است که در بعدها به در واقع شیردال نیز معروف شد. سیمرغ کهن او بوده است و در برخی از دینهای باقی مانده از ایران باستان مانند دین کردان ایزدی به نام ملک طاووس معروف است، در یونان باستان به آن هورس نیز می گفتند. به هر روی بعد ما درباره مراحل هفتگانه میترایی صحبت کردیم که این مراحل هفتگانه در واقع شامل مراحل کلاغ، نامزد، جنگی یا سرباز، شیر، پارسا یا پارسایی و یا پارسی و مهرپویا یا خورشید و پدر یا پیر می شده است و گفتیم که اینها همگی در دوران پس از اسلام این هفت مرحله در عرفان ایرانی تحت عنوان هفت مقام سیر و سلوک یا هفت وادی عطار در فرقه های حتی مانند باطنیه و اسماعیلیان باقی مانده است. همچنین در دوران پس از اسلام ما شاعران بسیار زیادی رو داریم که از دین مهر یا میترا نام بردند و از اون در واقع یاد کردند. از جمله شاعران پیرو مکتب عشق در واقع حافظ است و مولوی و که بسیار از میترا یا مهر نام بردند. شعرهای بسیار زیادی باقی مانده است از حافظ، برای نمونه شعرهایی که به اشاره دارد به نام میترا و همچنین به سنت ها و ریچوال های میترایی، مانند این شعر که یاد باد آن که نگارم چو کله بشکستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود، که اون نگاری که کلاه شکسته داشته است در واقع آن مهر یا میترا بوده است که در به اون کلاه معروف بوده است. یا شعر دیگری که میگوید یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود، مهری که بر چهره در واقع یک حافظ از اون اشاره میکند، رسمی میترایی است که در واقع اثری از مهر و داغ مهر رو بر پیشانی میزنند و این به تا کنون که نشان دهنده پیروی از میترا بوده است، این تا کنون در مذهب شیعه باقی مانده است. یا شعرهای دیگه حافظ که اشاره به این مذهب دارد میگوید که حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. حلقه پیر مغان میترایی آن حلقه پیمان با میتراست که در اینجا حافظ از آن یاد میکند. به هر حال فرصت نیست که ما بخوایم به همه این ها اشاره بکنیم، اما این مکتب همون گونه که در پس از اسلام در ادبیات عرفانی ایران باقی میماند، در واقع در اروپا نیز تحت عنوان آیین فریمیسنری یا فراماسونری تا به امروز باقی مانده است، تا جایی که فریماسون های مقام های 30, 31 و 32 رسما به میترا سوگند یاد میکنند.
من از دوستان خواهش میکنم که در واقع عکس های 1، 2، 3 و 4 رو نشون بدن. بله، در اینجا شما میبینید ما در این عکس ما زروان رو داریم یا زروان حکر نه که در اوستا آمده است و این خدایی بوده است که هم نیروهای نیک و هم بد هر دو در دل این بودند. نمونه آسیایی اون مثل یین و یان هست که در کره جنوبی برای مثال هر دو نیرو در داخل یک دایره هن. اینجا هم شیر که نماد نیروهای خوب است و هم مار رو میبینید که دوران پیچیده شده است و یک کلیدی در دست است که آن کلید کلید حقیقت است. عکس بعدی رو لطف بفرمایید. باز عکس دیگری از زروان، خدای بزرگ دین میترایی، که مهر در واقع نماینده او، پیک او و در واقع نماینده او در یاری به انسان در نبرد بین نیروهای نیک و بد است. عکس باز هم کلیدی در دست دارد. عکس بعدی هم باز همین هست. و عکس بعدی، بله، اینجا نماد کلیسای کاتولیک هست که اون کلید زروانی رو که در مصر باستان تحت عنوان کلید آنخ نیز معروف بوده است و کلید زروان بوده است، در اینجا نمادش هست. همون گونه که ببینید دو کلید هست، یکی طلایی و یکی نقره‌ای طلا، به سمبل خورشید و نیروهای خوب، نقره سمبل ماه و نیروهای بد است که هر دو کلید در و راز آنها در کلیسای واتیکان قرار دارد. دوستان لطف کنند عکسای 5 تا 43 رو نشون بدن. با توجه به اینکه زمان ما کم هست من بسیار سریع توضیح میدم. در اینجا در بالای نشانی که فروهر نامیده میشود و تلفظ درستش فروهر است، شما خورشید رو میبینید در طاق بیستون در کرمانشاه هست که در آنجا نشان میدهد که حتی در زمان هخامنشیان به مهر و میترا به عنوان خدای جنگ و پیروزی احترام گذاشته میشده است. عکس بعدی، در اینجا میبینید باز نمونه دیگری است، پس از پیروزی داریوش در برابر مهر سپاسگزاری میکند. عکس بعدی، باز اینجا نشانی از مهر است که این به نادرستی نشان زرتشتی نامیده میشود به خاطر اینکه این نشان نشان دین مهر و میترا هست و پیش از زرتشت وجود داشته است. نشان دین زرتشت در ایران باستان مجمر آتش بوده است. بله، این آناهیتا هست. عکس بعدی، این آناهیتا هست که از الهه های در واقع مهری هست. عکس بعدی، این نبرد جاودان نیروهای خیر و شر در فرهنگ ایرانی هست که یک فکری میترایی و در واقع فکری زروانی است. شیر سمبل نیروهای نیک و خوب است و سمبل خورشید یا نیروهای خوب است و گاو سمبل ماه یا نیروهای بد، که این دو در نبرد جاودان با همند و مهر یا همون فروه در بین این دو داوری میکند. عکس بعدی، اینجا از یک مهرکده در ایتالیا به دست آمده است. همون گونه که می‌بینید مهر خورشید نیست و مهر پیک خورشید است و در اینجا بسیار خوب مشخص است که خورشید در وسط جدا از مهر که کلاه کج یا شکسته به قول حافظ دارد، در سمت راست مشخص است که در نبرد خورشید با گاف، نبرد نیروهای خوب و بد، این گونه در ایتالیا مشخص شده است. عکس بعدی لطفا، این دو عکس در واقع همون هست. عکس بعدی، اینجا باز یک نمونه دیگری از این اون مجسمه معروف مهدینان هست. البته عکس شاید خوب مشخص نباشد، اما میبینید که در قسمت بالا سمت چپ خورشید است، قسمت بالا سمت راست ماه هست و سمبل این دو در روی زمین، میترا پیک خورشید است روی زمین و گاو سمبل ماه یا نیروهای بد است که در حال جنگ با هم هستند. در دور این عکسای کوچکتری هست که مشخص نیست که مراحل هفتگانه مهدینان رو نشان میدهد که امروزه در آیین فریماسونری تبدیل به 33 مرحله شده است. آن موقع در 7 مرحله بوده است که این 7 مرحله رو طی می‌کردند که در عکس امیدوارم معلوم باشد. عکس بعدی لطفا، اینجا یکی از سکه های دوران هخامنشی به دست می آید که هم ثابت میکند خط دوران هخامنشی تنها میخی نبوده است و خط در ایران سابقه بسیار کهن دارد، خط خروشتی وجود داشته است و نبرد بین شیر و گاو رو در اونجا میبینید. عکس بعدی، بله، این عکس رو که این عکس من هست در موزه باستانشناسی تاجیکستان زیر آناهیتا که سمبل در واقع ماه بوده است که بر شیر روی شیر نشسته است که از الهه های میترایی بوده است و مهری بوده است. عکس بعدی،
اینجا این یکی از شاهکارهایی است که به دست آمده است از تمدن هیتی نزدیک به 4000 سال پیش. در اونجا مهر یا میترا یا همین فروه رو میبینید که اون در اینجا به خوبی نمایان است. عکس بعدی لطفا. اینجا در دوران ساسانی سمت چپ مهر و میترا رو با نوری در دور سرش میبینید که و روی گل لوتوس یا گل نیلوفر ایستاده است که سمبولی از مهر است و شاپور دوم رو در واقع تنفیذ میکند حکم پادشاهیش رو. عکس بعدی. باز مهر در واتیکان. عکس بعدی. مهر در حال نبرد با نیروهای پلید. عکس بعدی. اینجا در واقع کردستان ترکیه هست که در دوران باستان مهردین بودند. در اونجا مهر رو به همراه هلیوس میبینید و در واقع که تمام آینهای مهری سمبولهای اونها مانند شیر و عقاب و تمام سمبولها و الهه های اون در اینجا یافت شده است در جنوب شرقی ترکیه امروزی. عکس بعدی. این باز یک بخش دیگری از اون هست که در قسمت آناتولی. بله همین عکس باز دوباره مهر است. اینجا عکس بعدی. بله اینجا هلیوس هست خدای خورشید. البته عکس بعدی که با مهر همواره همین هلیوس هست که همکار و خیشکار بوده است. سمبولش هم عقاب بوده است. عکس بعدی باز همان هست. عکس بعدی در همان منطقه جنوب شرق ترکیه. بعد در اینجا این عکس مهم هست که در اینجا خداوند زمان رو در وسط میبینید و 12 برج زمان، 12 برج سال که دور تا دور او هست و این ثابت میکند که این مجسمه ای که دورش مار است در واقع سمبولیست از خداوند زمان یا خداوند برتر در آیین میترایی که 12 برج سال دور اون هست. عکس بعدی. در اینجا سکه است از دوران سلسله کوشانی ها در افغانستان امروزی که در اونجا کلمه میرو نوشته شده است. این سلسله با ساسانیان جنگ های بسیاری داشت به خاطر اینکه اینها حاضر پذیرش دین زرتشت نبودند چون میترایی بودند و در واقع از روی سکه هایی که از اونها به دست آمده است کلمه میرو یا میر که تغییر یافته مهر است نشان داده شده است. عکس بعدی. اینجا باز یک محرابه هست. محرابه ها همانند که در اسلام به آن محراب نیز میگویند جایی بوده است که در واقع اکنون فقط تاقش باقی مانده است در اسلام، ولی قبلا مجسمه مهر رو هم در اونجا میگذاشتن. عکس بعدی لطفا. باز همین رو ما قبلا داشتیم. مهمترین هست. بله اینجا این عکس بسیار مهم هست. در اینجا همون گونه که میبینید در واقع اینجا آن چیزی است که زبیه بلروز این در شهر باستانی حترا در شهر اشکانی حترا به دست آمده است و بر پایه این عکس ها در واقع میترا علاوه بر اینکه یک الهه آسمانی بوده است در زمین نیز تجلی میافته است و به عقیده زبیه بهروز پیامبر مسیح در واقع گونه ابری شده میترا یا مهر است. عکس بعدی. این شام آخری که مسیح میخورد برای مثال این شام آخری است که مهر یا میترا داشته است با یاران خودش و حواریونش که یاران میترا در واقع 12 نفر بودند که امروز به همین 12 حواریون مسیح یا در دینهای اسلامی به صورت 12 امام مطرح هستند. اینا همه ریشه های میترایی دارد. عکس بعدی. اینجا هم باز همون شام آخر مهر است با یارانش که در آن شراب میخورد و در واقع نان و همون چیزی که امروزه در کلیسای کاتولیک و در سنت مسیح است. عکس بعدی. باز یک محرابه دیگه هست. عکس بعدی لطفا. باز محرابه دیگه هست. عکس بعدی. باز محرابه هست و مهر. عکس بعدی. این در همان هیتی ها هست در نخستین قوم ایرانی از کهن‌ترین نه نخستین از کهن‌ترین ها که بعدها به مصر تحت عنوان هیکسوس مهاجرت میکنند و آیین مهری رو با خودشون به مصر نیز میبرند. عکس بعدی. این همون عکس رنگی قبلی هست. عکس بعدی. این نبرد بین دو نیروی خیر و شر در لیدیا که از قدیم بوده است و شیر و گاو رو نبردشون رو در روی اولین سکه های ظرف شده در جهان هم میبینید. عکس بعدی لطفا.
اینجا این عکسی هستش که من هم افتخار اون رو داشتم که از نزدیک این رو در مرو دیدم. این از کشفیات آقای سریانیدی هست و افتخار ما این بود که در اون گروه عضو بودیم و این کشف یکی از کهن‌ترین سمبل‌های مصرایی در حوزه باستانشناسی BMAC یا حوزه باستانشناسی باکتریا مارگیان آرکیولوژیکال کمپلکس یا حوزه باستانشناسی ایران قدیم یا ایران ویچ است که نشان از نبرد این دو نیروی شر در اینجا به صورت گرا سمت راست در واقع مطرح شده است و نیروهای نیک یا به صورت ببر یا شیری در آمده سمت چپ و آن عقاب دو سر سمبل مهر یا میترا هست که تا به امروز سمبل رتبه 32 فریماسونری است و همچنین روی پرچم امپراتوری روم شرقی و روی امبلم یا آرم در واقع روسیه تا به امروز باقی مانده است و آن داوری بین نیروهای خیر و شر است که میترا دارد میکند و این از نشان از آن است که از دوران کهن از حدود 7000 سال پیش در میان مردم هندو ایرانی این باورها وجود داشته است. عکس بعدی باز آناهیتا در حوزه باستانشناسی ایران ویش. عکس بعدی اینجا مهر و آنتونیوس هست که در واقع در اینجا در شرق ترکیه یا کردستان ترکیه به دست آمده است که نشان دهنده آن است که مردمان ایرانی کهن که در آن دوره زندگی میکردن حدود 3700 سال پیش مردمان ایرانی و همچنین یونانی به مهر یا میترا باور و اعتقاد داشتند. عکس بعدی اینجا باز در شهر حترا، در شهر اشکانی حترا به دست آمده است و این آن پیامبری است که ذبیح بهروز آن را در واقع با همون کلاه شکسته سمبل حلول مهر روی زمین می‌داند که علی اللهی آن را در واقع بعدها پس از اسلام به صورت علی درآوردند و مسیحیان آن را به صورت مسیح که پسر خدا هست در واقع این رو به این صورت این اسطوره ها از این ریشه گرفته شده است. عکس بعدی لطفاً. اینجا آیسیس هست که در واقع معادل آناهیتا در ایران باستان یا شیوا در هند است. عکس بعدی اینجا باز ما مهر رو بالای فروهر می‌بینیم در طاق بستان در کرمانشاه در کتیبه داروش بزرگ و بله و این عکس ها تمام شد. حالا از دوستان من خواهش میکنم که حدود 5 دقیقه از فیلم آیین رازآمیز مهر یا میترائیسم که از تولیدات ما هست رو نشون بدن و پس از اون ما دوباره درباره مهر کمی صحبت خواهیم کرد. اگرچه بسیاری از دانشمندان بر این باورند که آیین مهر در روند هزاره ها هیچگاه به معنای راستین از میان نرفت، اما باید پذیرفت که گسترش و زیست پنهان این آیین رازآلود و رمزآمیز سبب گشت تا به هر هنگام خود را به گونه‌ای دیگر نمایان کند. یکی از دگرگونی‌های بسیار شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده آیین مهر در دین‌های جهانی رخنه آن در آیین مسیح است که در اینجا تنها به اشاره‌هایی از آن بسنده می‌کنیم. پس از هخامنشیان و در هنگام فرمانروایی اشکانیان کمی از نیروی فراگیر و گسترش کیش زرتشت کاسته شد و کیش مهر در ایران گستردگی دوباره و دوچندانی یافت و در این هنگام بار دیگر به اروپا روانه شد و امروزه در اروپا میترائیسم نام گرفته است. میترائیسم پس از زایش مسیح و تا صدی چهارم پس از او پیروانی در میان مردمان و شاهان رومی و یونانی داشته است، چنان که نرون امپراتور بزرگ روم در سال 75 پس از مسیح تاجگذاری خود را با آیین‌های مهرپرستی به نمایش گذاشت. سنگ نبشته های فراوانی در گوشه و کنار سرزمین های اروپایی یافت شده که نشانگر بزرگ داشت آیین های مهری و باورهای آنهاست. همچنین پژوهش های بسیاری که در یک سده گذشته حتی به وسیله دانشمندان مسیحی و اروپایی انجام شده نشان دهنده وامگیری های بسیار آیین مسیح از کیش مهر است که بخش هایی از آن در رفتارهای آیینی و جهانبینی عیسوی و نیز در هنر عیسوی و مهرازی کلیسا به خوبی نمایان است.
از جمله رفتارشناسی های آیین مهر و بازنمودشان در آیین مسیح میتوان به این نمونه ها اشاره کرد. اندیشه رستاخیز و برآمدن رها کننده، شستشوی آیینی یا همان غسل تعمید، گرامی داشت روز یک شنبه در میان عیسویان که در زبانهای اروپایی به چم روز خورشید است و در میان پیروان مهر نیز گرامی و ارجمند بوده است. نام این روز در زبان انگلیسی ساندی و در زبان آلمانی سانتاگ که به زبان دری مرشید روز ترجمه شده است، همگی بازگوی اثر فرهنگی این دین بر فرهنگ‌ها و دین‌های پس از خود است. همچنین مسیحیان باور دارند که واپسین پیش آمدی که بر پیامبرشان گذشت به چلیپا کشیدن او بود و نباید فراموش کرد که نماد صلیب یا همون چلیپا و همچنین نماد چلیپای شکسته که گردونه مهر نیز خوانده می شود صده ها پیش از مسیح بارها در هنر ایرانی مهری جهان باستان دیده شده و نیز بار دیگر در کمتر از یک سده پیش به وسیله حزب نازی آلمان که خود را میراثدار سواران یا شوالیه‌های جرمن در سده‌های میانه می‌دانست به کارگیری شد. آیین زادروز مسیح یا کریسمس در گاه شماری مسیحی 25 دسامبر و زایش مهر شب چله یا همان 12 دسامبر است. اما در گذشته جشن زایش این دو درست همزمان و در شب چله یعنی 12 دسامبر بوده است. اما پس از چندی در سده 4 زائینی یا میلادی به سبب نادرستی پیش آمده ای که در شمارش سالهای کبیسه در گاه شماری مسیحی روی داده بود، زادروز مسیح از 12 به 25 دسامبر دگرگون شد و این نادرستی همچنان پابرجاست. رویداد نمادینی که به نام شام آخر مسیح یا اوکاریست شناخته و ستایش می شود، واپسین مهمانی مهر با ایزد خورشید است که در آن خون و گوشت گاو، نان و شراب خورده می شود. مسیحیان امروز همون جشن را به یاد آخرین شب همنشینی مسیح با یارانش به گونه ای نمادین برگزار کرده و در آن نان مقدس خورده و باده می نوشند. مسیحیان همچنین در این روز درخت کاج را به زیبایی می آرایند و بر بلندای آن ستاره می آویزند. همون گونه که ایرانیان باستان نیز در شب چله درخت سرو و کاج را با رشته نوار، یکی سیمگونه و دیگری زرینگونه به نشانی کهکشان دور و نزدیک می آراستند و به دور آن شادی می کردند. نیز ستاره ای را که بالای درخت کاج آویزان می کنند نماد خورشید است. روشن کردن شمع روی درخت کاج و در کلیساها هم از آیین مهر به جا مانده است. نیز نباید فراموش کرد پوشش بابا نوئل که پاجنام مهری بابا یا همان پدر را به همراه دارد، همانند مهریان سرخ است و کلاه او همان جامه و کلاه مقان مهری است. نباید فراموش کرد که کلیساها همانند ترین پرستشگاه ها به محرابه ها هستند و تا آنجا که نیک می دانیم بخشی از کلیساهای کهن اروپا از جمله کلیسای بزرگ واتیکان بر روی محرابه ها ساخته شده اند. امروزه بازمانده های یافته شده نمادهای هنری و مهرازی یا معماری وابسته به آیین مهر در سرتاسر اروپای مسیحی آغازگر پژوهش‌های بیشماری در زمینه ریشه شناسی آیین مسیح و پیوند آن با دین‌های ایرانی شده است.
یافته هایی از چند صد نیایشگاه آیین مهر که آنها را به مهرابه و مهرکده نامیدند در سرزمین های امپراتوری باستانی روم یعنی ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، آلمان، بلژیک، سوئیس، اتریش، مجارستان، رومانی، بلغارستان و کشورهای بالکان، یونان، ترکیه، سوریه، لبنان، اسرائیل، اردن، مصر، لیبی، تونس، الجزایر و مراکش شگفتی بسیاری از باستانشناسان و دینپژوهان را در جهان برانگیخته است. فرانس کومون، یکی از بزرگترین پژوهشگران آیین مهر در جهان، در این باره می نویسد: گسترش آیین میترا در روم با شتابی بیش از آنچه گمان می رفت روی داد، به گونه ای که در زمانی کوتاه از رود دانوب تا اقیانوس اطلس و از رومانی تا سراسر آفریقای اپاختری یا همان شمالی مهرابه های بسیاری یکی پس از دیگری سر برافراشتند. خب دوستان عزیز، امیدوارم که بخشایی از فیلم رو دیده باشید و در واقع ما 5 تا فیلم در واقع ساختیم درباره آیین مهر و میترائیسم که 2 تا از اون فعلا در اون رو انتشار دادیم. من از دوستان در ادامه، چون این مطالب این دین، دینی است با سابقه 7000 ساله که در حوزه های باستانی مختلف و مخصوصا حوزه باستانی اقوام هند و ایرانی پیدا شده است و مطالب درباره این دین بسیار بسیار زیاد است، برای همین هم هست که ما فرصت کافی نداریم که به همه مسائل بپردازیم. اما من از دوستان خواهش میکنم که عکس‌های 43 تا 53 رو نشون بدن. بله، اینجا رو ما قبلا نام بردیم، اینجا میترا یا مهر هست که مورد پرستش بوده، وسیله اقوام هیتی ایرانی قدیم که تحت نام هیکسوسا به مصر میرن و این آیین رو به مصر باستان میبرن که سرمنشایی میشود برای فریماسونری امروزی. عکس بعدی، اینجا شما استاتیو آف لیبرتی یا مجسمه آزادی سمت راست رو در آمریکا میبینید که هدیه است از لوژ فریماسونری در واقع گراندوریان فرانسه به آمریکا و سمبولی است از مهر یا میترا. در میان عکس مهر یا میترا در روم باستان است و در سمت چپ مجسمه در واقع کنده کاری شده میترا یا مهر در دوران ساسانی. عکس بعدی لطفا، باز دوباره میترا یا مهر و نمادش فرور در واقع دوران هیتی که از اقوام ایرانی بودن، بوده 4000 سال پیش. عکس بعدی، باز هم هیتی ها و عقاب دو سر که امروزه در واقع سمبول رتبه 32 فریمیسنری هست در دوران هیتی ها، اقوام ایرانی باستان که بوده 4000 سال پیش زندگی می کردن، اینها وجود داشته. عکس بعدی، باز هم شما اینجا در واقع سمبولی از گل نیلوفر، لوتوس، شیر و سمبول‌های مهری رو در میان اقوام اورارتو و هیتی که اقوام‌های کهن هند و اروپایی هستند رو ببینیم. عکس بعدی، باز هم سمبول دیگری در وسط درخت زندگی قرار دارد. درخت زندگی آن چیزی است که امروزه در عرفان یهودی یا کابالا به آن باور دارند و این از باورهای بسیار کهن میترایی بوده است که در بین ایرانیان و به ویژه در بین اقوام هند اروپایی در واقع آسیای غربی مانند اورارتوها و هیتیها در واقع دیده می شده است. عکس بعدی، این نمادی از مهر یا میترا یا قرص خورشید است انگامی که وسیله اقوام ایرانی هیکسوس آنها به مصر برده می شوند. عکس بعدی، اینجا که همان نماد فرور هست که می بینید حلقه ای در دست دارد، این حلقه، حلقه پیمان با میترا و مهر است و این حلقه همانی است که بعدها به صورت حلقه زناشویی زنان و مردان به نشانه مهر و دوستی دست هم می کنند. این حلقه از آنجایی که مهر یا میترا سمبولش سیاره کیوان بوده است و دور سیاره کیوان یک حلقه وجود دارد، در واقع این حلقه نشانه حلقه پیمان با سیاره کیوان یا ساترن یا سمبول در واقع پیمان با در واقع مهر می باشد و این حلقه نمادی است از حلقه های اطراف سیاره کیوان.
که در این نماد رو هم در نماد فروه میبینیم. این نماد نمادی زرتشتی نیست و نمادی است میترایی. عکس بعدی باز هم نمونه مختلفی از استاتیو آف لیبرتی و نمونه های کهن‌تر رومی و ایرانی اون. عکس بعدی لطفاً. اینجا میترا یا مهر رو ما در بالا میبینیم و گردونه میترا یا مهر یک عرابه‌ای که یک کالسکه‌ای که در واقع مهر به همراه هلیوس یا خورشید دوتایی با هم نشستند و این عرابه رو به صورت تمثیلی میگردانند، سمبولی از اتحاد نیروهای خوش. این عرابه همونیست که امروزه به صورت بابا نوئل در آمده است و در واقع و کالسکه بابا نوئل امروزه استفاده می شود و چرخ این عرابه همان است که به صورت گردونه خورشید یا سواستیکا در آمده است امروزه. بله، لطف کنند دوستان عکس های 43 تا 53 رو که نشان دادن، عکس های 53 و 66 رو نشون بدن. بله، همون گونه که می‌بینید این نشان یکی از اوردرهای کلیسای کاتولیک به نام جزویتا هست که در اون سمبل میترایی رو مخصوصا همین خورشید با همین شکل که سمبلی از خورشید اشکانی بوده است رو ما می‌بینیم که تا کنون باقی مانده است. عکس بعدی در خود کلیسای کاتولیک کلیدی که هست سمبل کلیدی است که دست زروان در فرهنگ ایران باستان یا کلید آنخ که بعدها در مصر باستان معروف شده است هست. عکس بعدی در اینجا ما را یا خداوند خورشید در مصر باستان رو میبینیم که دقیقاً توصیفش همون توصیفی است که در اوستا در مهرگشت آمده است، یعنی خداوند خورشید یا البته خداوند یار خورشید میترا چشم دارد، همه چی را میبیند و همچنین سمبل آن سیمرغ در واقع که سر این خدا هست رو میبینید که در اون مشخص هست. عکس بعدی اینجا هوروس هست. هوروس سمبولی است که در واقع در اساطیر مصری در واقع فرزند آیسیس و اوسایریس هست. هوروس که از ریشه اهورا یا هستی بخش یا هور یا خورشید هست، در واقع به مفهوم آن است که یک سمبل میترایی هست. در سمبل در دین مهر یا میترا به صورت سیمرغ یا شیردال که پرنده افسانه‌ای که سر شاهین و بدن شیر دارد مشخص شده است. این همان است که در آیین کردان ایزدی بعدها به صورت ملک طاووس در آمده است. عکس بعدی باز مهر در واقع مصر باستان. عکس بعدی اینجا سمبولی از فریماسونری و خورشید یا مهر که در واقع در میان آن گونیا و پرگار که سمبولی است از در واقع معمار اصلی جهان هستی یا نیروی برتر جهان هستی که در میانش خورشید است. من اینجا باید ذکر کنم که منظور از این مهر یا میترا خورشید یا خورشید پرستی نیست، منظور نور پرستی نیست. این دین دینی سمبولیک و در پس اینها یک رازهایی هست که اینها بر همگان آشکار نیست و اینها سمبول اون خالق و نیروی برتر و هستی هستند، نه اینکه باور داشته باشند که خورشید این کارها رو کرده است. این فقط تنها نکته ای بود که باید به اون اشاره می شد. عکس بعدی باز این رو داشتیم، استاتیو آف لیبرتی است. اینجا این ملک طاووس هست که در آیین کردان ایزدی معادل همان در واقع هوروس در مصر باستان یا معادل شیردال یا سیمرغ در ایران باستان است که تا به امروزه در کردان ایزدی اون رو به عنوان در واقع الهه برتر تقدیس می کنند. عکس بعدی این همان در واقع هوروس، در واقع این رو می شود گفت گریفون یا در واقع سمبولیست از سیمرغ ایران باستان. سیمرغ در ایران باستان آنچه نبوده است که پس از اسلام فکر می کردند که مرغ خیلی بزرگی باشد، نه، سیمرغ به پرندهی گفته می شده است که سر شاهین یا عقاب و بدن شیر داشته است و این سمبولی بوده است از پیک در واقع زمان و پیک خورشید یا میترا بوده است. این بعدها در مصر به صورت هوروس و در بین کردان ایزدی به صورت در واقع ملک طاووس در آمده است و این سیمرغ ایران باستان که در میان اقوام هندواروپایی نیز به گونه های گوناگونی تا به امروز باقی است، در واقع سمبولش این بوده است که در تخت جمشید میبینیم. عکس بعدی
باز نمونه دیگری از سیمرغ، این یاس هما نیز به این عکس قبلی رو به دروغ، به غلط، به نادرستی هما میگفتند و اون درست نیست. این هم سمبل دیگری از سیمرغ و گونه دیگری از سیمرغ است که وجود داشته است، یا گریفین، یا گریفون بعضی از زبانها به آن گفته میشود. عکس بعدی اینجا زایش میترا هست که از سنگ به دنیا می آید. شب یلدا در واقع شبی است که در ایران باستان تا کنون به افتخار او جشن گرفته می شود، که در تاریکی و سختی بزرگ میترا یا رهاننده که بعدها در دین زرتشتی تبدیل به سوشیانس رهاننده شده است و در شیعه تبدیل به امام زمان شده است، که اینها به پدید می آید و به دنیا می آید. از دل سختی و تاریکی تا برای نجات بشریت با شمشیر و با آتش برای جنگیدن برای نجات بشریت به عنوان رهاننده. بله تمام شد. لطفا دوستان لطف بکنن که عکسای به عنوان آخرین عکس ها، عکس های در واقع 73 تا 79 رو نشون بدهند. بله در اینجا شما میبینید که United States Senate یا سنای ایالات متحده تا به امروز سمبولش آن است که حافظ میگوید آن نگارم چو کلاه بشکستی، کلاه شکسته که کلاهی بوده است که میترا بر سرش میگذاشته است، تا به امروز در آیین‌های فریمیسنری زنده است و نمادی است از سنای ایالات متحده. عکس بعدی رتبه 32 عقاب دو سر، عقاب دو سر که در رتبه 32 که بالاترین رتبه فریمیسنری هست در واقع نماد این نیروها هست، نیروهای خوب و بد که هر دو در یک اتحادی در واحد زمان به هم میرسند. این سمبول، سمبول امپراتوری روم شرقی بوده است که امروز سمبول رسمی فدراسیون روسیه است. عکس بعدی اینجا امبلم یا کوت آف آرم در واقع نشان آرژانتین است، جمهوری آرژانتین در آمریکای لاتین، و باز هم ما در اینجا کلاه شکسته مهر رو و همچنین سمبولی از خورشید یا نیروهای خوب رو در بالا میبینیم. عکس بعدی اینجا باز نشون دهنده ای از همان پیامبر مهر است که به عقیده آقای ذبیح بهروز این که این نقش در شهر باستانی اشکانی حترا به دست آمده است، که این پیامبر الگویی بوده است برای پیامبر مسیح. و در اینجا هم ما بله عکس بعدی لطفا، که در اینجا هم باز در محراب مسیح جنگ نیروهای خوب و بد، خورشید در بالا سمت چپ نیروهای سمبل نیروهای خوب، اینا همه سمبولیک هست، نه اینکه واقعا اونها به خورشید یا به مهر یا به ماه اعتقاد داشتن، نه، یا به ستاره کیوان. اینها سمبل نیروهایی است که این جهان تار و پود آنها در آن تنیده شده است. اگه به زبان فیزیک جدید بخوایم بگوییم میشود ماده و ضد ماده، به این زبان انرژی و ضد انرژی. عکس بعدی تمام شد، عکس‌ها تمام شد و در پایان فقط عکس‌های 79 تا 88 رو به سرعت ما ببینیم و با دوستان خداحافظی بکنیم. 79 تا 88 که این گردونه خورشید است، گردونه خورشید که به آن سواستیکا گفته می شود، در واقع گردونه است که از چرخهای عرابه مهر و خورشید، این همون عرابه است که در این سکه به دست آمده است، این چرخهای این عرابه، این کالسکه در واقع سمبولی شده است برای در واقع سواستیکا. عکس بعدی لطفا. بله این همونطور که میبینید حتی در پس از اسلام ایرانیان مهردین این سمبول رو از اونجایی که علی پسر ابی طالب رو به عنوان مهر روی زمین گرفته بودن، چون اعتقاد به حلول خداوند در انسان داشتند، حتی با نام علی چلیپا یا سواستیکا یا صلیب شکسته درست میکردن و این سمبولی از مهر بوده است و در واقع میترا بوده است. بعدها این رو به خاطر استفاده بد اون در آلمان، این الان نمادی است که خوشایند نیست، اما اصل اون نماد نمادی از مهر و نیکی و خوبی است و سمبولی خوب است. عکس بعدی اینجا میبینید که در ایران باستان از این در موزاییک‌ها از این چلیپه‌ها استفاده می‌شده است یا صلیب شکسته که نمادی از میترای مهر بوده، و در اینجا عکس‌های ما گویا تمام شد و
در پایان برنامه امروز باید بگویم که در واقع وقت ما تمام شد، اما همچنان مطالب بسیار زیادی درباره این دین رازآمیز وجود دارد و این نمادهایی رو که نشان دادم نمادهای همه سمبولیک است و در واقع نشان بر خورشید پرست بودن آنها نبوده است، بلکه خورشید یا شیر نمادی از نیروهای نیک بوده است و گاو یا ماه نمادی از نیروهای بد بوده است و در میان آنها میترا یا مهر که نماد آن ستاره ساترن بوده است یا کیوان و با اون حلقه های اطرافش داوری و میانجی میکرده است. این اسطوره ها همه نمادین است و حقیقت بزرگتری در پشت این اسطوره ها نهفته است که مفهوم فلسفی دارند و بسیار در فیزیک مدرن با امروزه این اندیشه جدی گرفته می شود که در فیزیک مدرن نیز امروزه به وجود ماده و ضد ماده در واقع پی برده شده است و زمان یا که زمان آغازین که انفجار بزرگ یا مهبانگ یا بیگ بنگ رخ داده است و این فلسفه میترایی بسیار با فیزیک مدرن تطبیق دارد. و در پایان مانند همیشه، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن به کشتن دهیم مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیم اندر کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین بدرود.